یکیه. آدم و آدم دارن میگن، آدم و آدم بیجا کردن و همچن داده چون. اگه خانم جان به گوشش برسه که نشستین پشت سر ملکه هم غزی جانشو چغل خوری کردین، روزگار همتون سیاهه. از فردا بخشتون پشت دره، برای یه لقمنون باید کس نگدکی دست بگیرید. اونو سر پیازی نه تر پیاز، از غم سوزنون تا بوغ سن کارمون شستن و مفتن و پختن و کفتن و دعا کردن بتونه خانم جانه. من رفت یو بخونه تقالتو هایی جایدنی خانم جانه درگیری کنم. این اونه بیفته به گرده خرگوش که هرچی بد دویی بهش نرسی. معلومه کلفت دگوریه بسمه کرده که از پای تخت بیارن این بهتر نمیشه. دو روز این منش میشه یا من دیگه هیچ که جلو دارش نیست. حالا شما هیده بیدرش بگید خوش میشه بکنید. دو روز دیگه که بسرم رفت دگورو این جرده خود شد پر برداشتی خونه، اون وقت من داخلت این چی کفو کردن آگر میشه. یعنی چی؟ یعنی یمو بخت مغوره بنده بیختم تو نفتون رادیو چون اگر بانونجا ناقابل از قضیه طلاق ناگوار منه که هم قضیه چان با خبر بشن ممکنه دور از جون سنگ کپ بکنم زبونم را قبض روح بشن. شما که آبریختین تو نفتون رادیو خودتونم این قضیه ناگوار رو بذاری لای نمرد و بمانید. اگه دیدیم هوا پسه یواشتر بمانید یا اصلا نمانید. جناب علی قهر بس بند از این قضیه ناگوار با خبر شدیم. پس وظیفه یه سرکاره که این قضیه رو بذاری بگه نمرد و بمانید. بند سرم هم برم چی نمردی نمیمالم. نمیمالی؟ رخی نمیمالم. مگه شما دردان داماد اختر و سلطنه نیستی؟ مگه شما شوهر خوشبازه خانم اختر و سلطنه نیستی؟ داماد حسین این روزه هست؟ یعنی شوهر واسه شب هست؟ حسین این عبارتی نمیمالین؟ خیر نمیمالم. عوض این چرنده تار گفتن ها فکر چاره کنین. سه روز تشت رسوایی این خانه از بوم افتاده و شما دو دومفر هر زلام نشستین یا که بدا میکنید که کی بماله کی نماله. بالاخره یکی یه جایی زبون باز میکنه، اون وقتی که خانم جان ها صبح قیامت چوب میکنه تو آستین یک یکمون که اگه به وقتش از این قضیه یه طلاق ملک امروزی جان با خبرم کرده بودید شده بود خاک پای وقت رو توبره بکشم نمیذاشتم سر این طایفه بره زیر بار اینک. بنده هم دقیقا نفسودم همه بود به قول شوفرهای فریدی و همسانه هم شما که نیزنی چرا باقچه خودتو بیل نمیزنی؟ یعنی چه؟ یعنی دده جان شما که عمری برای این طایف به ددگی کردیم رک خواب بانو جان دستته پس بهتر از هر کسی میدونی چطور میشه این قضیه این ناگوار رو گذاشت لای نمد و مالون چونی که آب تو داره کسی تکون نخوره. ای چه؟ اگه خیال کردی با این خارچه میخچشتن ها میتونی سر من و شیر رو بمالی کن خودی. همین بوده که بعد عمری زباری تن دختر امیر شمخاروند رو بلرزونم یه کاری کنم دست و پاش سیخ شه خونش بیفته گردن من. بس دلیل عبارت شما هم نمیمالی. نه خیر نمیمالم. اختر جونم تنگ هم باشد.
دامنم. این مثل قلب آم امیر زال خانم ارواح خاک امیر شم خال من فیشنگ در نکن گی هردم فیشنگ در نکن. گفتم چلقوز گردن خور مگه دفعه قبا اون کلف برونینگه بلشی چی؟ واسات خط نشون نکشیده بودم که اگه یه بار دیگه بساط گرد به کسافت پهم کنی و معکول در باز دست ملت بدی بلایی به سرت میارم که صدای خربه. گفت فرمودی اما خیال کردم او دفعه تا این دفعه دنیا هزار چرخ سیه. گفتم چرخ؟ چه چرخی؟ چه چرخی؟ گفت اگه میفرمایی چرخ نزده لابد نزده. گفتم معلومه که نزده تا قیامت هم نمیزنه. چون چی؟ چون مملکت باید نظم و نسق داشته باشه. چون مملکت باید نظم و نسق داشته باشه. باید مثل ممالک مترقی دنیا روی همه چیزش سرپوش و در پوش داشته باشه. به قول ملکم قضی جانم اسباب خجالتی که فرنگی جماعت دیلاغ و زد و ذلیل امروزه به درجاتی از کمال رسیده که پی برده راست روده و تراخم و کچلک به واسطه موی بدن مگس گنده خوره. اون وقت ما با چند هزار سال و اندی تمدن هنوز به پشه میگیم مگس، به مگس میگیم پشه، به توف میگیم توفگه، به مف میگیم مفگه، به جیش میگیم جلگه. تصدقه شما یه قند بزه گوشه یا به دو تنده بچه سیالش هم ولی انحق بابر انسان به برکت وجود مبارک این شهر شده شهر فرنگ. خیابوناش دسته گل خانما هر هفت کرده مثل بوت قندقار آقایون فکر و سر این کارگران امین الوزرا امین الوزرا نه پهنی نه پشکلی نه شلوپر و گداگوزری باید هم بشه. نمیشود که بانو جان فرنگ دیده با جهان گشته ما بالانشین و تاج سر این شهر باشند. اون وقت هم بیلکان شپشی آدم نبرده ایم لبه چون بساط گند که صافت پهن بکنند محکول در باز دست ملت بدهند. ایش نمیری که مای کوک شل زدنه تصدق شما بشود گوشم جان به قول اون شاعر مجهول که میفرماید این نگاهت نخی از مخمل و زمیشم چند روزی نیست که هر دم به تو میاندی شم با تو حرفیست مرا گر که زبان باز کنم جامه از تن بدری خوب بزنی بدبقم. این یعنی چی؟ یعنی خوشمال دختر دختره کپل بکنه شازده قدافر مثل هم به نوال مونده میشه وار اون وقت این لبه گوری همچین شوهر فکولی و قشر جر میگیره دوران شیرم حرومت تو اولادی یا خار مقیلان نرد کرد خانم جان بی هوای چیز یاد دهنش در رم شما یه خنده سوشه لپت مادت بچه سیاه نشد. اگه رخصت بدیم بنده عرض میکنم این شعر و شاعری جناب هوشنگ خان یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی به قول شوگرای ترهی و همسانه هم کار باید اساس داشته باشه پشت و رو داشته باشه ماده و ماتریال تو کارش رفته باشه این هو انتر تکامل کرده باشه. بلشویک چجوره؟ اوجود یعنی دنیاست یک خودیدی تقی و توقی همه چی رفت رو هوا. اون وقته که این جماعت گداگوزا این مور رو ملخ میریزن تو شهر دیگه هیچکی نیست جلو دارشون بشه. این بر جوب دل جیگر رو بره تو دلی اون بر جوب سرشی رو کشک و پنیم انگار نه انگار این شهر یه زمانی شهر فرنگ بوده. من که ملتفت نشدم این لنده بود چی گفت؟ شما ملتفت شدین؟ هلا صاحب جناب مدیخان از شعر نامنگوت بنده مایه گذاشتند که سربسته به بانوجان ما تفهیم کنند کسی خزیلی ناگواری با خبرند که سایر میخبرند. چه قضیه ای؟ چه از کنم؟ ایشون با شفره خبر کشه تریلی و امسال هم رفاقت و مجلست دارند و هر خبر ناگواری تو این مملکت بشه زودتر از سایرین با خبر میشن. بله که روز شب حال شب نبودی به سرکار مشغول درزیدن و دوزیدنم به جونه یه دونه ناموزم اگه ما از جایی خبر داشته باشیم. من خبر دارم داشتم
دکی به دهند میاره دق 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 کیه کیه در میزنه در و بالنگر میزنه منم منم دخترتون بیبی خاکی برسرتون رفتم ترو که بار بدم ها گل زنی و شاقو بدم نلاشته لسم و جادو کرد زیر پام و آب و جارو کرد سوار تیاره شدم دفوری و آواره شدم این در آبا کنسله ایمون اون در آبا کنسله ایمون حالی رو بکش رو ایمون اسم بابا محموده محمود بالا بالا کن بخواهی شهرم آخ الهی که مادر به قربون اون دکلاماسیونه من که ملتفت نشدم این عزیزکم چی گفت شما ملتفت شدی؟ چراغی چه وقت شرف حضور خواستنم مادی خان مخلص تازگی ها میخونه ای شیرکش خونه ای رقاص خونه ای جایی رو کنفیه کن کردی نه به این ناموس مال کسی رو چپو کردی نه به این ناموس ناموس کسی رو دستوالی کردی نه به این ناموس پس تو اگه گذک دست این سرهنگ دونگ کودکش خار مایه ندادی این تنگ غروبی واسه چی شرف حضور میخواد؟ به اعوای خاک آقا ما خیلی وقت بوریدیم گوشه لده دبا آقا لده دبا توخی که نجاست بگو خانم اختر و سلطنه گفت چراغ شاه نشین این طایفه همیشه روشنه قدم رنجه کنی رو چشم خانم چون جرامید و داد این ریخ به اون رو ای که بخواه
خون ناحق خاندان اتابک هم بخست و بریش پدرت بخند برگون چه که فلان فلان شده آره بیگه نقل قول فرمودند از خانه اشتری جنبالی از فرد شاد خوری و مخموری نا نداری پایی دوتا مرغ از من سوا میکنی چه برسه به اینکه تو خانه چکوچی گردن زن رو بادار به مصالحه کنی سرکار اگه کفایت داشتی من اجاق زاده مجبور نبودم هر روز تپانچه دست بگیرم و تو هر راست و گذری سرک بکشم که خرچلون بی ارکانی به خودش جرأت نده و ساعت گند و کسافت پاک کنه و مملکت رو با آخر یکی کنه مدی خواب پاشو قلبه این خرچلون رو بخلبش ای کسد دوقه چهاتی قرد بزو گوشه لپت ما تحت بچه زیانش کم ارتفاعتی میفرمایی امروز مصبه اوقات شریف بدم تا بر حسب وظیفه و با استناد به قانون من از دقیق مطلبی را به استحضار سرکار برسانم تا انشاءالله رحمان در متابعت به تفسی از قانون تفانچه های وروسی خاندان کریم و فقیب شهر خاندان همچنان تحت ید اولیا مخدره محفوظ و محروس باقی بمانه با از مجلس یه تو که با برم عدب خونه فت مرد سر جان من که ملتفت نشدم این ابن اخبار کل زن چی گفت شما ملتفت شدی اما قبل از اینکه به اصل مطلب بپردازم لازم میدانم که مراتب تعصب و تعلم و تعصر امیر خود تفسران و درمیداران تحت فرمان خودم از قضیه یه ناگواری که برای ملکه امروزی جان سرکار بیگه حافظ کردیگه افراد و برای آن بانی جلیل و قلب که قالب همت خود را محکوم و امور معظمات من بشرده بوده سر به جمیل عجر جدید و علوم به درجات بی ارتباط بگو این قضیه ناگوار ملکم قضی جانم از چه قراره وگر ما دست دور میدم اون تاپانچه یری برگر واسا چوستیه دست آبدوز خان بابا جانم رو بیارن تا همچین خودتو اون غلام غورچی چش دریدتو سلخ سلخ کنن که لشتون رو ببرن پای تخت آهار بزنن جیپان درست کنن جیپان؟ چقدر قشنگ نشیدم بلندتر اما امروز سه روزه روزی سه وعده را دیگه من بکرد این خبر ناگوار را اعلام کرد چطور سرکار دیگه هنوز از این خبر مطلع نشد چون روز سه روزه روزی سه نومت گربه تو نفتونه رادیوی مملکت گلاب برو تو اون پیشاب کرده نطقش کور شده من شوخی میفرمایی بنده اجازتم از محضر سرکار وقت به تصدیم میکنم تا چند شوقی باقی بود در موعد مناسب نهی به حضور هم بره نفامه بده من اون تپاد چه یری بره بره ماسا چه ستی یک از دادو سا من در کنم اختر جون من در کنم نجای خواه Yeah.
تشریف ببرن کاخ شغال آباد اولیا به جوجه اردک های ایل سوریشون آرد سبوس بدن. حسین تصدقتان بشود این حرفا به گوش شاه برسد حسن خانگیتان میکنن. عجب دیرم که ملک امقزی جانم اولادش نمیشد. دو سبا متکا میبستم به اشکمش از این همه تخم و ترکه شا که روی دست خدم هشم باد کرده یه نرینشو میدادم بغلش چند تایی توپ و تفنگ در میکردن دهاتی جماعتو با ساز و دهل میریختن تو شهر مملکت میشد صاحب ولیت و وارث تاج و تاخت. این تصدقتیشون صاحب کلاه مملکتن خلاکش نیستن که اینجور تاپال وارش ها بکنید. الو هی که دستم به هیچ نمیرسه اگر من یه خطاب بشن خاله این کردم تو مخت که بابا از گور در بیاد و نره تلوات بشینه. خیال کردن شر هرته دختر از طایفه شام خار و نکاح کنن پاشون که روزم این قرص شد سوار تیاره کنم بفرستم فرنگ خونه باباش یکی دیگر رو بانوی تاجدار مملکت کنن. آخ که من به قربون اون نیم تاج و همایل و نشان فروهر خورشید نشانت امقزی جان. این چه سقف سیاهی بود که خونه خرابت کرد. ای بچا تا نکن تصدقت شاید شاه پشیمون شد دست ملک امقزی جان رو گرفت اصل نشون سر خونه زندگیش. اگه پشیمون نشد چی؟ دفه جان اگه بلا گمونه تانگی بگو اون توشک مخمل خان بابا جانم رو بندازن تو خلوت خونه. میخوام سرم رو کنم زیر لحاف خیال کنم دارم عبدالجنه و خواب چپکی میبینم. Thank you.
خون بوده یا پچن؟ حالا که بعد عمری یه همچین شوهر خوشبوز و ترگل و برگلی عریس و مونسه شده باید هم مزده کار بده غیر اینه. حالا تو چرا زنگ اوشنگ خانو به سینه میزنی؟ تو چشو تو نفخزه درم؟ من میرم جبی خونه تپانچای جانجانی خانجانو گهگیل کنم. ببین؟ من مرده شما ده اگه این گنبیه به زاخش چادر رسوایی به سر نکرد این خط اینم نشون شش دسته غیر کافی این خط اینم نشون. من چیزی گفتم نه چیزی شرفتم. او شاه دخت دیلاغ ندرلم چه شاش را کاسر دارد به با من توی مملکت ما رو نمی کنیم رو نمی کنیم و ما وای از اون روزی که رو کنیم. خوشنگ تصدقان رو کردن تان بشود مامو جان شویز کمیته مخمل عاشق دوزی زهر است سرکا با این وجاهت و ملاحت کم هنم کم که تن کنید آدمی با این ماستش رو کیسه کند نمیری با این کلشور زدنت موشن اینجا آم ای بخت ما بوده این چه صدایی بود داده جان قضا و لاز خارجا صداش که مثل صدای تپانچه دست آج مرحوم بوچری خان رقم کش اقنامه چلان چولا بود تپانچه مرحوم بوچری خان که دست آج هم قربان قد بالا اگه تپانچه مرحوم بوچری خان دست آج نبود پس مال کدوم سکه در این دست آج بود؟ همه تپانچه سکه در شوهر نمیگه عروس آقدای خدا بیامرزتون از دختر دیگدار باشی خانون شغال بر اون وروجه که پیشابش کف نکرده بود رفت زیر درشگه سقط شد تپانچهش کجا بود که صداشت چو به خونه من بیاد چه شدی دده جان؟ خیالتو تخت باشه خانم جان من این قوشهرم نشستم تو سرسرها شیشتون یه حواسم به همه جا هست تپانچه ما دده جان دده جان مارود خانه کن دده شست این گوه پول هست این چشمونو رفته تو جمع بخونه هرچی پیش پیشش میکنم از جاش جمع نمیخونه جامعه برداشت هم بگو بر تو مخش سر میبرده هرچی پرید روش خواهد تکن جای نسلی شدون کاری که نباید بشه آره ارواح اشکمه بگو رفته بودم جمع بخونه گردوهای مهمون این خانم جان گوف کنم سنگ نبود تپانچه مرحوم خوچلی خانم کومه کردم ولی خدا رو صد هزار مرتبه شد که به خیر گذشت و یادا کی میخواست جواب خونه این خانزاد دربار رو توفه پیشکشی من کم بازی جان رو بده ده همین ولی که به خرجش بده هوشنگ خواه صبح تا غروب تو این خونه این الپر دولار راست میشم یه کلوم نمیگه خرید بکن ولی یه بند سر دو نشسته یه گردن دستش بیاد من رو پیش خانم جان بعدی کنه ولی الهی که به هوار هوار میافتی من اگه میخواستم تو رو پیش خانم جان بعدی کنم تا الان هزار رو در بلش تو فرستاده بود آن که تو باله گرد کنی یعنی اگر داده جان تا به امروز در نظر داد و دندون رو چیگر گذاشتن لابد حکمتی داشته چه حکمتی؟
این بابا مسئلهش کردن خود دنگ رو جگر گذاشتن من هیچ دخلی به قضیه کل قلا نداره هوشنگ خانم ما هم نگفتیم دخلی داره دلیل چا معلومه که نداره مگه من این قلا رو چاپون کردم که بخوام بابتش به این مسئله خورباز و شغال بدم پس حب کردم واسه روزم عبادا واسه روز که اگه زبونم رو قهد و قلا شد خانم جان چایشان بی خنده نمونه اگه که ببونی که این پرپر در دوست به چه نیت رفته بود سر وقته رخت بونه دستم بشکنی که اون رخت بونه کبکی تو اینچی زدم حقش رو میذاشتم که تو جونه من اون دو تلخت خان جانی و دو تیتونه که یه دیداره تو که ایبا که کنن فرمازه دست در نکنه گلوب تو کناری بانم نکنی ای جه من صد تا شراب جان جان مثل تو رو تشنه میبرم لبه چشمه تشنه بر میگردم اگه خیال بره داشته که من حالیم نمیشه کی تو این خونه با کی رتوته میکنه و کی با کی پل و پخ داره کور خوندی بنامه و شرطه باشه من این قرد زیر جوقایم کرده تو این خونه دارم بخوام یه شبه در و خود همه تو رو میدم به آخه درده جا این قرد بابت این لگوری پا بچه من نشو کرامون بجوری میره رخت نمیدم چی دستم خوش و کور شان صدای تیر اومد بلی خواه کن هرچی بنده بی جا بکنم ای خواه که آلا به سرم اختر جدا کشکی کشکی سرش رفت تو گور من شدم بی مادر ای مادر ای مریم استانی آن چشمای ما آبونی جانه تو میره دام بکشن نمیره دارن لش قشنگ که تو باید دخت رمون میبره از این خوره مویه نکن مامان خانم جان مویه نکو چشم و چراغ امیرزاد خانم مویه نکو که ایام سال جوهر نگردی 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 سر آخر شدی همارین یه لانت دوافر سر کوچه ای که هیچ خاصیتی نداره جز ما رو دخوری ها شدی آنو میگه؟ بله دقیقا خودش این نهار چی مفتیدن جا؟ آش برگوان هرکی به خشکی وقت درم را هر روز آش هر روز آش یه روز آش ماسوا یه روز آش کشکسا یه روز برکواز یه روز فرخینه آخه چنقدر آش میخوره بیمار و بطا آخه اصل منزارد جماعت چه به آر من میرم آش عبودرگا میخوام خوابه بدی دیدم بح بح باد آمد و بوی انبر آمد داده برا گردونت خانم جان مخلص قربون قدمتون وای خوب شد نمازی افتر که بود شما که ما رو نصف جان پر بودیم بانون جان تو این مدت یه آب خوش از حلقمون پایین نرفت از بس که دلشون داشت اگر بدونین این چند وقته چقدر میونه زمین آسمون دلنگ بودیم سر آخر گفتیم بی خیال باشون باز خاطر سلامتی شما رفتی سرداد خونه یک افته چالشتری زدیم این ها شنو این مدت که سرکار کنج عزلت خیافر بوده بودن بنده این قواره کشمیر مخمل عرابی رو براتون بریدم تا همه این از بس سر بیماری برخواستیم پیراهن کلاوش یقه دیلولیتون آمده پروفشه یه بیاله نیمشتی بیارم خدمتتون خواب دیدم وسط میدونه صوفیون شدم یه هندونه خان بابا جانم لخت و اون نشسته بود پای تمثال رستم یک دست دور تا دور پشت تا پشت کلاق دشتی سیاه سم و بکسر زده بودم به من ناغافل نفهمیدم کی از کجای کارت سلاح رو کرد و اشکمم بود که تا خواستم بگم آخ دیدم از وسط شمش داده جان داده بلا آگر تو میکارو که خواب هندونه یعنی چی؟ یعنی دفعه بلا یعنی آخه بد بخیلی یعنی به قول و مقالمون شاعر تلالی شما مثل گیاهان داروی از ریشه خوبی یعنی علف پشمکی و سنبوله که سنبوله یعنی گیاه هر ساله و هزار ساله یعنی از این بیدرای فریق ماسی نیستین که ما هر باد شوری بلرزیم یعنی تا همه رو با دست مبارک خودتون کفن نکنین محال دور از جون هم بسه این جایی بری ها بگید از اوضا حال شهر چه خبر نشیدم بلندتر عرض کردم چیزی که زیاد چلوچو خبره
اما به قول شوفرهای ترهی و همسانوهو خبر باید اساس داشته باشه. قلق قلق تو کارش نباشه. روزه ی آدم مخمشن چجوره؟ اون چجور؟ یعنی از روزی که خبر ناگوار طلاق ملکه امغزی جان افتاده تو دهنا، هر رعیت دست و پا و شسته جری واسه خودش شده سری. اینهو عهد شاه میری، هرکی هرجور دلش میخواد بساط گند و کسامت پهن میکنه، هرکی هرجور میتونه معقول در باز دست ملت میده. نه سر پوشی نه در پوشی، شهر شده جنگل مولا، داروسرور خرچلونم لاتیا. داده جان، داده والم گردونه خان جان، بگو درشکه و چادر پرمگسی و هشتیر لگره ی پیستول جرمنی خان بابا جانمو حاضر کنن که میخوام بعد نهارا رو بیرا برم سر کشیم. میخوام بابا ره دماری از روزگار یک یکشون در بیارم که تا ابد یادشون نره که تو این دیار و دمن کیم سایه دار و کیم سایه نشین. ای سلاحه همونجوری که تای خوار بکنم میدم کنی خدا پنگ برسونه. و ارسال دشنام نامه به دربار پریروز از مقام فرمانداری از و خانه بند شده. دقیق جان، تو که گفتی خواب اندبونه خوشیامه روز در مناسم تحریف جناب فرماندار جدید به قدری از صدای تیراندازی سرکار خوب کردن سازی دوچار لحنی شده. شاکر شرط خدمت به جا آوردم و به تفصیل در خصوص سوابق و شرشه خاندان جلیل و فخیم شهر خاربن ایشان توضیحاتی دارم.
اجابتا شفاعت شاکر را پذیرفتن و از شکایت خودشون صرف نظر کردن، اما قویین سفارش کردن به سرکار خاطر نشان کنم مملکت قانون دارد، من بعد با هر گونه دخالت ولو از طرف هر مقام و مکسبی که باشد با شدت و عدت برخورد قانونی خواهد. مرحبا سرباری کلا به این فرماندار جدید و نست، ولی اگر این مرد که شال پای کل زن با خلخون به یوش و قابط قانون مملکته از خیلی بیجا کرده با شفاعت آدم نبرده یه سیاس لحاب کشی مثل جنابالی از شکایتشون صرف نظر فرمودن. داده جان بگو جام دون و رخت خواب و قلیون از باب سماور و بار درشکه کنن که به حکم شرف امیر سادگی میخوام خودم به اختیار خودم برم تو اون هلفتونی که به این سرهنگ دبنگ و اون فرماندار لقبه یه بدمنصب حالی کنم هنوز از عشق به مادر زاده نشده، اون نااصلی که بخواد میراث داره طایفه شب خاربند و از خل و زنجیر بترسونه و با آب خزینه منت دار خودش کنه. جلا و حاشا بده من اون تپانچه یری بربره ماساش و ساتی دست آب نوز تو به سال تقدس همایونی بگین خانم اختر و سلطنه گفت زپلشک. خیلی قبل از این که شما و سلسله جبون شما پیشابتون کف کنه ما تو این ملک پربلا سری بودیم، شاه نبودیم اما تاج بخش بودیم، مهر صاحب قرانی رو انگشتره خیلی ها نشوندیم و به وقت شنبا و سر بیتاجه خیلی ها دست شبازی کردیم. این مملکت کفتر جلدش هر قاس هم که قل واقل کنه سراخر برمیگرده تو کتونه خودش. در به هلفتونی باز باشه یا ببندم؟ طبق قانون عمل کن. چه ماه سرخ مشوشی، چه نسیم شوری، چه بوی بیتون خلایی، چه دوشیز جام تهرانی مسلح. خدا به دور نصف شب نیچار میدیم به زمین و زمین که چطور بشه که با دوشیز جام میروشه تهرانی خاطر جان کنیم. یک سال از قول و قرار ما گذاشته اما هنوز دوشیز جان ما آن کاری را که باید انجام میدادند ندادند. چه کاری؟ دوشیز جان تهرانی خودشان میدانند چه کاری؟ نه خیلی هیچم نمیدونه، اگرم بدونه محال زیر بار بره. به چه نه؟ چه این دفعه دوشیز جان تهرانی اون کاره نیست؟ مگر آن شده خستی من که پنج ثابت ها در این دار و نزا سوزیده و دوزیده و اسباب پراهم ساختنه اسباب سعادت دوشیز جان تهرانی یک آخ هم نگفته این کار بزید عاشق دلخسته اگر راست میگفت و اینقدر باله و شیدا بود همون پنج سال پیش در دونه این مال میکند و دست دوشیز جان تهرانی میگرفت و میرفت به زندگیش، نه اینکه این شیطون یه بند توی گوشش نقام بخونه که سم بری سوی عاشق و آمولی خانو جان خلوشن سم بری. یعنی عاشق دلخسته ملوده چنان بی آرومنگ است که بخواهد سر دوشیز جان تهرانی رو شیره ببالد. وقتی عاشق دلخسته هنوز نون خط پشت درش در نیومده سانه یه پیره زن شوهر خوره رو شیره میماله دوشیز جان تهرانی که جای خود داره. شهر من عاشق دلخسته ملوم نگرم به تمن ما رو جهاد بگم تن به دل دمه این کردم و وسطت با پیره زنی دلم شوب برسه باشه. و
بس که در جوانی خام تب و خاطر بدی بودیم امی جان. هر بار که بانو جان به درزی خانه می آمد و به دور از چشم موسی و آرتوش خانه ارمنی، یکی سه روز دروش از باب شاگردانه در جیب جریزخه بنده فرمونی کرد، چنان بر نفس شریف لوامه ما فشار می آمد که گویی پیاز رندیده باشیم چشمان ما پر از عشق میشیم. با خود گفتیم این پیر بانو آفتاب لقه بام است، سبویان لشکر نشکند امروز فردا میشکند. پس چند سالی از این عمر بیثمر خویش را بر ریزال دلداده کن تا هم ثواب آخرت برده باشی و هم از برکات چاهی که ما ترک ایشان بهره مند. اما غفلتا کتاب های بر درگاه این امارت بگذاشتیم و چشم من به جمعون دوشی زجانی می روشی چون شما روشن شد فیل مجز اختیار سیاف بدار بر وقت سیاه خیش دشنام برستادیم که هوشنگا خاک تمام عالم بر فرد سر هست هشه مفته مالیان نداره دیرم که دوشی زجان تکرانی از راه بدر شد و این مقصیت رو گردنگه ما خونی خانو جان خلمشنگ و با سرش هرشی چیز خونش کرد و دست بری خان از دامنی ما دوید. از کجا معلوم؟ فردا روزی که خانم جان اولاد مرده سرش رفت و گور و عوض چار یک مال کل مال ترکش شد مفت چنگ عاشق دلخسته و خرش از پل گذشت؟ عاشقی از یادش نره و دست دوشیز جان تهرانی قاتل و نظاره تو هنام و سرش رو باید نکنه چه خلی، چه بولی، چه تاقی، چه بامبی چیست عمری چون قاتل کدام است؟ اگر چیش موشی از این مال موجب می شود که دوشیز جان تهرانیان دلشان قد شود که عاشق دل خسته هنوز دل در گروهشان دارد. شرافت را سوگند همین فردا حکم نکار بانو جان را مهر باطل می زند. اما این عجل مستن ما پیشانی نوشت مامونی خانم جان خورم از جنگ هست فرقا که مامون جان جان به جان آفرین تصدیم کند حیمتی خانم بلاد و اکثر این دختر دنگ و دیوانی را سیراب کرده ما تا دنیا بودنس خیلیش آشون بفرسته گیسوان دوشیز جان این نوش و فیروانی هر هر میخندد بلیدی جان بابا که شب مهتابی امشب جناب درزی خان ما بیس دورت مونده وسط آسمون در این قضیه لکه خانم جان دم رفتن این هشتیر منچستر رو دادن دستم فرمودن جون تو جون تپانچه ها شب تا صبح انگوش تو ماشه و چشم در جون به خونه باشه اگه اهنگی خواست از راست میراست اجدادی رد بشه با تیر بزن ناکارش کن. خانم جان به شما لطف و عنایت خاص دارم خانزاده در باب پیشکشی ملک امقزی جان باید هم هشتیر منچستر خان بابا جانشون رو بسپرن دست شما. اما جناب درزی خان چرا نسمی شب این شب چره شده؟ ما در فراغ بانو جان شب چره شدی شما چرا نسم شبی شب پره شده این؟ بنده شب پره شدن خیالم تخت باشه در نبود خانم جان عرصه و اعیان در امن و امانه کف دستمان را بو نکرده بودیم نیمه شبی از ما بهترون انگشتشون روی ماشه و چشم در جب خونه و سرشون گرم راز و نیازه. با چه راز و نیازی؟ به قول شوبرای ترگی و امسانه ها قانون کاپیتان حیات تو کارش دید. زن زن درد مطبخی چه جونه؟ او جون او جون از غذا امروز رفته بود این بازار سمی تو چرک آسیدنی به خریمانی خواهد تو راسته یه عوضی آمیز نقیز زرگر رو دیدی پیر مرد آخر عمری بلکل هم برودی شده که چی؟ میگفت دیروزی انگشتر خریدم که یاقوت سقیلاتش رو 70 سال پیش برای عیال امیرش افقارمند پای میشوندم همون انگشتری که 20 سال بعد تنگش کردم برای خانم اخلاق سلطنه 2 سال پیش گشادش کردم برای مامونی خانم جان گفتم عجب فروشنده چون بود یا فرید؟ آشنا بود یا فرید؟ خب دلاغا دارم یک نکره
لنگ دره شوفر باقی بود بلاشنی بلاشنی حالا هرچی گو نه خودم قرار امشب بارون بیاد یعنی گو خورده بگه بارون نمیاد تدجان دده جان به دده بلا گردونت خانم جان ما الان چند روزه تو این سیاه چاله سیریم جختی امروز میشه دو روز بنا دارم تا کی منو تو این هلوفتونی نگه دارم تا هر وقت که خود شما دستور رو فرمایید خانم جان دده جان دده بلا گردونت خانم جان میدونی داشتم به چی فکر میکردم معلومه داشتی به این فکر بکردی هرچی این همه سال رشتی سر و خش و پشم پشم؟ چه پشمی؟ دیگه چه پشمی این پشمتر که بعد عمر دوران داری چشم و چراغ امیر شمخال بند جا خوش کرده تو این حلوف دونه سر بازار سگ مزنه گربه مرخصه آجا داشتی فکر میکردی اگه با تیر و تفنگ در کردن دهاتی جماعت آدم شدنه بید که تا الان آدم شده بید آدم نمیشه چون ملت گند خوره هم ملتی که گند خور نباشه که دهاتی جماعت چیز درباز دستش نمیده دیگه داشتم به چی فکر میکردم دیگه داشتی به این فکر میکردی هرچی تو الان واسه این خاک خاموش جگر جزغاله کردی خیر عواتر من بعد باید تمام فکر و ذکر چار است ما به زندگی تاشم شش دنگ حواست به اون شوهر پکل جیگولت باشه که دو روز نباشی از رابه در شده شوهر قلب کرده و جد آبادش و شش دنگ حواست به اون دختر نورچشمی قشنگ خلمشنگت باشه که هر روز یه گوشه از مالش به منقار قلاقه 10 سال اشکمش باه کرده یه تو که پان نبردی پای تخت دل رودش رو به طبیب نشون بدی معلوم بشه آبستنه اگه نیست آخه این چه دردیه تو گیهش گیر کرده که دم به دقیقه اخوخوخوخوخو بیار داره آخ که من به قربون ماه منیر خانوم جان قشنگ خلمشنگم بشم که 4 تا شوهر کردم 7 تا شکم مردزا سراخر این چلمن شد چشم چرا از لابودی سیغش خوندم به اسم اولاد درشتگی طایفه شمخالبند بلکه یه ارزخور بندازه تو دامنش که بعد من این عرص و عیان بی صاحب نشه خلاصه یک کلام ختم کلام داشتی فکر میکردی که بعد طلاق ملکه هم قضی جان کار دنیا خرابه باید فکر نون کنی که خربزه به قول مرحوم خان بابا جانم وا صفا به حال ملتی که یه روز سلسل جنبونش با خودش بگه خلایق هرچه لایق هر بحثم دده جان دده بلا گردونت خانم جان بگو در این هلفتونی رو باز کنن که میخوام خودم به اختیار خودم برگردم به دارالصفای خودم و اهل این دنیا رو بیمحل کنم که تا 2 سبای دیگه این ملت گند خود از لاعلاجی چراغ به دست بگیرن و تو تاریکی کورمال کورمال پی میراستار طایفه شمخال بند بگردن طور بیمسما در هلفتونی باز کن خرمختر و سلطنه میخواد تشریف ببره منزه من بنده در هلفتونی از روز اول تاقه مردک آردن خانون شکن We'll be right back.
زرچوب و پلپل بغلتونی سبزی رو با چمچه بشر کنی آش و با قنج حاضر وسط سفره اون وقت خانم جون هنوز مزه نکرده با ملاقه رو سر زیر تاقالش کی بشکنه دستتون این آش ماش یاش لاش همون دست خانم جون من چیزی گفتم چیزی چی گفتم بهتر از اینه که روزی سه نوبت سر عمارت و خاصخونه و نورخونه و هشتی و پنج دلیل رو جارو بزنی سرقت خانم جون قرار رو تنگ کنه کی بشکنی گردنه این دولت سالی دختر امیرشم خالبنده یا رده یه خرکتی ها امونه دست خانون تو من چیزی گفتم بسید چه نفتم خانم جان از دیروز مدی خانه خبرکشو گذاشته تو تنگ تو که صبح تا شب بشینه تو خونه با ماهونی خانم جان قشنگ خود بشن گردو مازی کنه بسه چیگر خودت شد من چیزی گفتم بسید چه نفتم هرچی رخت زرباب سلام درگاری و بالا خوش پلید و خیصی تو سلو خونه بوده نیخته جلوی اون شیخا که بشکافه از سرپوک شوی بزنه تو فش چیگر خودت شد مش اون شیخا چه گناهی کرده که ملک امقیسی جان وقتش برگشته خانم جان مجبور شده تقانجاشو قلب کنه باز که نمسنگ اون شیخا رو به سینه میزنی چه شد مخصوصی برم؟ شما زنده اگه این قمری فضاخش چادر رسوایی به سر نکرد این خط نمیشون چشم خطه خیلی گفتی این خط اینه نشون من یه چیزی کنم یه چیزی شرفتم جانشان از پایتخت بفرستن جناب سرهنگ مسئول بگیر بگیرن نمیگیرن رو شیخا میگیرن از قول من به اون عیال بوغلتونه حاجب ماوراتون بفرمایین خانم اختر و سلطنه گفت به جای این پیغام پس قامی تو که آتشی ببرن پشت کاروان سرای قفام چیزی که زیاد لفاف و لحاف دوزه همچین جبل و جبالشونو گز کنن که رگ غیرت جناب سرهنگ تو بر نداره شاکر انبر عبد و عبید رنگار بنده روز بسیار مفتخرم که به سرکار بشارت دهم که سرانجام
قرارداد ترک مخاصمت ما بین خان اشتری و خنجر خان اتابک یوم وجود مبارک به امضا رسید و طرفین متعهد شدند در مطابقت از قانون منع اسلحه کلیه آلات آتشین خود را تسلیم مقامات زیرفت کنند. این قضیه چه ربطی به یمن وجود مبارک من داره؟ واقع بنده به این دخان گردن کش خاطر نشان شده در شرایطی که حتی تفانچه‌های موروثی خانم اختر و سلطنه مشمول قانون منع اسلحه شده است. ولی هیچ سایرین از این قاعده مستثنا نبوده و همگان باید به قانون من که مرتفت نشدم این سرهنگ دبن چی گفت؟ شما مرتفت شدین؟ من دو بر حسن وزیف از سرکار استفرا دارم تا با پذیرش خریت از تفانچهات موروسی تخت و گلخیش بار دیگر مراتب وطن دوستی و ترد و خاطر هم با روی معذر مسالح و معذمات من به کتر با این عمل مشفقانه موجبات امنیت این کشور را بیش از پیش فراهم سازیم بلا غیر شاکر مکلفم تا در دفاع از حقانیت قانون کلیه آلات معطله مشار و ملک را رفت و توقیع کنم آجا دنیا چه گشت خراب که این مرده که بوق زن واسه من دوم علم کرده و دم از خلعه ید و لاش کردنه آف باش میراس طایفه شام خال بند میزنه اگه من یه قانون اینه که یه خوشون چیه ناعف به خودش جرعت بده چراغ این طایفه رو بشکونه و میراسه شلوتی خور کنه این قانون چنگیزی رو باید لوله کرد من زاقی کردم مؤسده به سرکار توصیه می کنم شخص ندوات من موی تحت و گلخیش را به مقامات زیره را تسلیم کنید تا در سایه وفاق کلیه امور خط به خیر شود ملاقه یک دست سرمان به حافظ بگرم این دیو سمه بیرون امارت منتظرم تا در نزول وارده من شود ای بخت و باره آخرش جنگ به پا شد بیار اون تیر بار خانه بالای شهر خال بندو من میرم بزن ثبات ما از فعالی کلان سرنگی هست که بانجان ما در شرایط حاضر تنها دو راه پیش رو دارد از قانون من نسل تبعیت فرموده و تپانچه های اجدادی را بهشون تبدیل دهند یا قدری نرمش مهربانانه پیشه کنند و موجباتی را فراهم سازند تا ایشان از توقیف تپانچه ها سرگیر نظر دارد به قول شوبرای ترگی و امثال و هم خرد که مون تو گل علاجش زیر دوشکه سیبیلو چرف کنی قانون لنگش هوا آخ خان بابا جانم کجایی که ببینی چه میکنن با میراث و میراث دارت این طایفه نااصل دهل پاره پس با اجازه پیشنهاد مذاکره جهنم که ویزومش تره خب جریه نه
چارخه پشتتی زور زدی به من که چی میشه؟ من بنده چیزی میخوام بگم، من زبونم سنگین. بهتر که نگی. خانم جان به فهمه با نامحرم هم کرم شدم بخچه پشت دره. خانم جان بیجا کرده جماعت هم چی نباشه آدمه چی؟ نمیشه تا بیامد از تو نافشم تو خونه مردم این سگ سوزن خورده دویا کنه. آخرش هم چی بگید چی؟ بالاخره همکتی جفت حلالی. من بنده دیچانه؟ یعنی کلبت تو کلبت؟ یعنی چی؟ یعنی من راضیم تا قیامت از صبح تا ناف شب تو خونه مردم این سگ سوزن خورده دودو کنم؟ اما همکت و جفت حرام یه گرچی چرکوز چشت دیده نشم؟ دعوا داری؟ تو باشی دیگه گنده تر از دهنت حرف نزدی؟ شاید ایشان از سر لطف انفاق فرموده یا شاهی دیگر روی این دو قران بگذارند تا این معامله به خوبی و خوشی به فرجام برسند. این معامله به خوبی و خوشی به فرجام نمیرسد مگر در ازای هر نفس تقانچه صد تومان. ای الهی هرچی بردار برمال کوفته خونه بادر گور بشه. البته این آلات برطاله مستعمل ممنوعه روی هم 10 تومان هم نمیارزد، اما بنابرای قانون تاوان چشم پوشی از آلت جرم به مراتب بیشتر از نرخ آلت جرم هست. پس یک بار بگو باید کل و مجمعین دار و ندارم و سر بازار حراج کنم که بابت این میراث به جناب‌عالی باید کفته بدم. یعنی به عبارتی مگر طول علف خصص که میفرمایند بابت هر قطعه ۱۰۰ تومان به قول شوپرهای ترگی و امسالهم یه چیزی بگیم بگنجه. آدم خوشمعامله چجوره؟ اوجور. خب اگر سرکار دیگه از پرداخت چنین درآمدی ناتوان عاجزند، بنده به پاس سوابق مشرشع خاندان جلیل و فقیر شهربانور از مطالبه وجه درد صرف نظر کرده و علارغم صغیر بودن جرم به یک قطعه باغ گردکان در درد تاریک اولیا بسنده می کنه. باغ گردکان؟ حکم شوخی می فرمایید. باقی گردکان در تاریک اولیا 400 سال چپس و چپر این تاقفه بوده. پاق نامحرم به حریمش برسد ارواح تیبه یه این دوتمان در فرداس ولی آه می کشن. بله گاراژ پشت حمام چطور؟ گاراژ پشت حمام دهکی اشتباه به عرض رسوندن. گاراژ پشت حمام نیست و از کوچه عوضی ها حمام پشت گاراژه. بعدم گاراژ نیست و درشت خونه امیرش هم خاربنده.
که یه وقتا شبی نصف شبی برفی بارونی دو تا دیزل مامونده توش جاگیر میشن سر در سر خانم جان درش کرام دار اصلا گیرم درشی خونه نه اون گاراژ هنوم سر نو در دیوار این من بوی خون میده خون کی؟ خون امیر شب خارمند که با تیر رو خدا به مجروب دچی لنگای مبارکش سیخ شدم حالا میرم از آقا بیا پایین بلشیدی اومد شما انتظار دارید خانم جان مقتل خان بزرگ امیر شمخالبند رو تاخت بزنه و تا تا مخصوصه که لکنته و زارت باره سلام و متلا سلام و متلا نه نه منظور حضرت عالی از سلام و متلا هم طوق نادری و سنجاق سینه برلیان و انگوشن یاقوت شقیرات که باید خدمت زارن از کنن یک شب جمعه یک کلاغ نکره یه لنگ در به منگار گرفت و برد جسارت هم به شما توصیه میکنیم چرا این درخواستی نفر باییم که قصیه را موسیم شد این سینه تو زیبر سالهای دراز بر سر و گردن و سینه زنان و لبابیس شب خوابند چرخیده و دست به دست گردیده تا رسیده به بارو جان ما بوگرد رو گلاب خانم عقیق الملو خانم شیبر الملو خانم زیبر الملو خانم زینت الملو خانم افت الملو و سایر ملوکان خوشبوی شهرها برمیدن دست به محبب آنها برسن استخوان های اجاد این دایه به در گور میرسن سنگ مزارشان ترک برمیدن باره بفرمایید چه چیزی بوی اجاد تنگ با نوامیسی شهرها برمیدن نمیدن همان نامرحمت بفرمایید اسب شوهر ننه ی عروس آقای خدا بیامارزش ها یه 20 ساله داره تو آخو لنگ بذارم بیا خود کفایت مذاکره بنده اجابتن از محضر سرکار رفت به تصویر می کنم تا دستور ضبط و توقیف آلات معتبه مشاون لنگ را صادر در خصوص هرگونه مانه مجادله مغانه بابا 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 از این چای نفوز تنسو اسم خانومچه این که شما باشید چیه؟ پیچ پیچی؟ به مذاکره نمیدادید این مرده که لحاف کشه بی ارکان جرأت نمی کرد ظلم بزنه تو چش من چنین تقاضای بی شرمانه ای کنه قورچی چش داریدش رو مأمور کنه زاکسی های اهل این خونه رو چوب بزنه که احدی از راست جبه خونه رد نشه هم جسارت زنی ما که کف دست من را بونه کرده بودیم که این سرهنگ نشان پت میشه تیر خوره تا این اندازه بقی خوبی چشم رو باشد که عوض چشم روشی از سمان چاله اشاد یه بانو چانه ما کفت جماعت تهرانی ناموس دیگ پس خانه رو از ما طلب کنند به هر زدی رزه بنده این است اگر بانو جان ما گوشه ای از مالشان را بود کرده دهند محرومتر به شرافت است تا از لابدی گربت کمانت تهرانی را به این گشونچی دراله پیشکش کنند منظور از گوشه مال یعنی کجا؟ یعنی هر جای مال که بانو جان من بخواهد ده. مثلا؟ مثلا آن باغ گردکانه در تاریک اوریا که یک شب مهتاب بانو جان من وعده دادند به خاص محرمشان
عطا کنم. گل گفتی یام دانش مردم تشه هم هم نه کی؟ مقصد جد اخلاق پدری کسرت ارواجه فسخ و فجور بی حد و حسه شوف برای چریلی و یام سالم هم به چنان دارور قمار و شیر کشخانهی بدر شده است جگران جانم این مال خفیف را بلا عوض هم به دهند گران دادن بی خود اگه خیال کردی ما این سوسه اومدن و میتونی چند درخواست جول کارش داری از چنگ ما دراری انگوش رو تا غار مازیدی بس بهتره به جای اینو به کردنهای قجری از منال خودتون مایه بذاریم که یه وقت یکی همچی تنگش نگیره چاک دهن رو با کنه مجبور بشین بساط در زندوزینه رو جمع کنین برگردین همون درزی خونه آتوشان ارمنی شب و روز کوکشل بزنین. شما چرا نگران خاطر به دلواپسید مدی خانم؟ برای هست که بارون جان من آن کاراش بددام را مجده به دهت برم آخر اون ایو که من دست بزارست سبب نبلا سبب نبلا مرغ جان ایشان بر ببرد جز شاوی که ناچیز بنده همی انبار منبور و غیر منبور ایشان اینجا می رود کجا؟ کجا؟ جور شما بله اما دنیاست یک وقتی این جناب شبچره پیش دستی کردن تا مرغ جان خانم جان بر نپدیده زهر حلاهلی دارموشی چیزی به خورده ما مرغ خانم جان قشنگ خل مشنگ دادن و داغ این ناموسک رو نشوندن به دل ما اون وقت همه یه بردری که منقول و غیر منقول و رسه و مطلاق ایشون برا بیمیفته کجا؟ کجا؟ تو باب و چاریه که ناچیز شما کجا؟ یعنی من انقدر خار و ذلیل شدم که جلوی چشم من فاتحه یه دونه اولاد قشنگ خلمشنگم رو بخونین و سر مال جا موندم واسه هم چرکه بندازین؟ مادر به این حد پس و برومایه بودیم که به خاطر جیفه ی دنیا سر نوچشمی بارو جان من را زیر آب کنیم؟ چرا در این پنج سال دست رو یه دست گذاشتیم و چنین نکردیم؟ لابد نشده که چنین نکردیم وگرنه ناموسک ما که هیچ تا الان سر خانم جان رو هم زیر آب کرده بودیم الان داشتیم تو باغ در تاریک اولیا با کلفت جماعت تهرانی الله کلنگوازی و دلی دلی میکردیم که دلی دلی میکردیم؟ که این بنده که کذابه بیچشونو چنین آبرون رو خودم و حیا را می کرده است ماهن دل من را می تاب چنین یاله پس گو این کلفت جماعت تهرانی باید می گفتم گیس تو به تراشن چلبند رقاصی تنت کنن دور میدون صوفیون بگردوننت تا حساب کار دستت بیاد که باید حرمت نون و نمک و نگه داری اما تو تقصیر نداری کلفت جماعت برزخیه بویت رف رنگی چار تا نرینه ترگل برگل که به دماغش بخوره دیگه سرش تو آخور نمیره دلش رضا نمیده هم خفته کسی بشه که تنش بوی پهن میده بس خوشا به سعادتت که از این همه کلفت بامونده یه حسرت بدن تو یکی آقابت به خیر شد مبارکه مبارکه نشیدم خواست محرمم چی گفت نشناختم بلندتر مبارکی منبنده کلام دیگر که بی ناموسی بزنی خون تباهه کلفت جماعت و خفگیر کردیدم گرفتی مبارکه ای تو به اون مردنی که به خاطرش کسی بخواد عفت مردم رو لکه‌دار کنه من بنده شده پیشانی خودتو یکی یک مردخورای این خونه رو پخش و پریشون کنم نمیذارم ناموس در اون بستر رو بیسیرت آخرش دست کینه کش از آستی در اومد بهتر نیست شما قوچی جماعت و عوض شاخشونه کشیدن واسه ما فکری به حال اون سرهنگ دبل کنی؟ یعنی من بنده با تیر بزنم جناب سرهنگ و حلاق کنم؟ آه دست گولتان در نکنم حلاق کردن ما فوق جماعت خلاف دستور
من بنده یک فشنگ در میکنم به خودم، چون طاقت ندارم ببینم که این ناموس دهان بسته یه جور از لابودی دل مویه میکنه. اما حاضرم به خاطر این ناموس دهان بسته یک عمر تو این خونه انبری کنم. آیا دیش و بابت تپانچه ها به جناب سرهنگ باج شغال بدم، بلکه مهرم بیفته به دلش. پیچ پیچ خانوم، من بنده رو به غلامی قبول کنم. ولی شاید این ناموس دهان بسته نخواد لگد و وقتش بزنه به یک آشخور یلقه با شوهر کنه. من میخوام به سرهنگ شوهر کنم. این میدونه بیافته به گرده خرگوش و هرچی بد جایی بهش نرسی. اگه شما دوتا ناشخور فکر کردید من انقدر خنگ و خرق شدم کور خونم از حال حلیم بجری افتدید. اگه بنا بودی میراث مفته چنگه هر دل دست و هر نرینه هر زبایی بشه، الان بعد هزار سال یک پشکم تو گوال این تایفه نبود که اینطور به خاطرش خاک به چشم هم به پاشیم و پس و پشتم رو بریزی تو دایره. را باز جد دراز بده من اون تپانچه ریور بر ماسا چوزتی دست عبدوس ها. به این خانه زواری و دایگی کردم. ننو یه هفت پشت این تایی فرجو بودم. تو عروسی هاشون دامن به تهر هستم و تو از هاشون خرم سر. هرچه کلوبت و ناروا بارم کردن گفتم چشم تا مونس و هم بشتین اهل این خیلی خانه شدم. حالا یه بار من میگم تو بگو چشم که اگه گفتن یه عمر نانخور اهل صدا بودی و یه نمه بودی بگم بود. الهی به حق این ساعت هزار ساله بشی خواهد خواهد ما پای چشات گود رفته پیری مثل خوره افتاده به جونه پاتلا به گوره عجلت پشت در. همین امروز و فرداست که باید هرچه مال و میراث اجدادی گله کنی جاش کنی من دست اهل قبور. الهی نور به قبرت بباره. ولی نه کسی بعد تو حمال نام طایفه شم کارمنده، نه بعد تو کسی دلسوز این میراثه که بخواد خاطرش سرنار سشه به کسی باج شغال بده. یه خار
یه قطره خون، یه بوسه که یادم بیاد یه وقتی عزیز دل بودم، یه خان بابا که بگه موی نکن عزیزکم، همه یه گلهای عالم به خاطر تو میشکفن. آتش زده دلم دلشم، اما اگه یه حرف راست عمرم شنیده باشم های چش دریده، اگه خاطر این ناموس دهان بسته رو میخوای باید کاری کنی کارستون، تپانچا رو ببر کلنگر خونه یه ته بازار، به پیر مرد بگو خانو مختر و سلطنه گفت ناز شستت، این تپانچه ها رو زوب کن، از هر کدوم یه دست هوند بساز، که میخوام بعد از این به هر عروس رعیت جماعت یه دست هوند بدم، که تا قیامت هر وقت دونه مرهمی سایی یادش بیاد روزی تو این شهر یه خان خانومایی بود که میخواست مملکت نظم و نسق داشته باشه، خیابونا بشه دسته گل، خانوما هر حرف کرده مثل بوت قنده ها، آقایون فکل به سر عین کلگرانت، نه امین الوزرا، نه پهنی، نه پشکلی، نه شب پلاکت گرزایی، شهر بشه شهر فرنگ. تصدقت جهنم جای خوبی نیست، یک برهوت هست پر از مار و مور، پر از آدم ناجور که روز و شب از رود خشک ماهی میگیرند و از ریگ روغن میکشند، همه از دیگ چوبی حلوا میخورند، مار مار نمیزاید، بچه از کوچکی بزرگ نمیشود، اسب و استر به هم جفتک میزنند، عجله کار شیطان نیست، جوجه رو آخر پاییز نمیشمرد، آدمیزاد دو دفعه میمیرد، هیچ آشخوری تپانچه زوب نمی کند، هیچ عاشقی نفیه بلد نمی شود، باری من بنده هزار سال است که در این برهوت دندان روی جگر گذاشته اما روز می شمارم، بلکه هزار سال دیگر از این تقاص خلاص شوم و بعد عمری دهان بسته جان را عاقبت به خیر کنم. قربان و تصدقت قوچی چش دریده. We'll be right back.
مردان.